میانه آتش. اولین گفتگوی مطبوعاتی سرلشکر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو تسلیت عرض میکنیم. دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای برای تبیین نگاه رهبری در موضوعات مختلف در گفتگو با مسئولان و صاحب نظران عرصه‌های مختلف به تشریح دیدگاه های ایشون میپردازم. یکی از مسائل مهم که اخیراً هم در گفتگویی که با دبیرکل حزب الله لبنان داشتیم مطرح شد، مسئله جنگ 33 روزه بود. این جنگ مبدا تحولات بسیار گسترده‌ای در منطقه و در حوزه مقاومت و جبهه مقاومت بود. خدمت شما رسیدیم به عنوان فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شخصی که در ایام جنگ در اون منطقه حضور داشتید برای شنیدن تحلیلتون از این رویداد. البته شما در کسوت فرماندهی نیروی قدس تا حالا گفتگو مطبوعاتی نداشتید و این اولین گفتگو مطبوعاتی شما خواهد بود انشاءالله. به عنوان اولین سوال میخوایم به بررسی زمینه های وقوع جنگ 33 روزه، خصوصا بعد از گذشت 5 سال از حضور آمریکا در منطقه در دو کشور عراق و افغانستان بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار. خدمتكم عرض کنم که در مسئله جنگ 33 روزه یه عوامل پنهانی داشت که در واقع عوامل واقعی جنگ بود، یه عوامل ظاهری داشت و آشکاری داشت که بهانه اون عمل اون در واقع اهداف پنهانی بود که رژیم میخواست در مقطع عمل کنه. البته اینجا عرض میکنم عوامل پنهانی داشت، ما اطلاعاتی نسبت به آمادگی های رژیم داشتیم، اما اطلاعاتی نسبت به اینکه دشمن میخواد یک هجومی رو انجام بده در یک غافلگیری نداشت. بعدن از دو وضع، از دو مسئله، دو موضع به این جنبندی رسیدیم که قبل از شروع این جنگ بنا بود جنگی با سرعت و با غافلگیری انجام بشه و در اون غافلگیری از بلا منحده. خب این جنگ در شرایطی اتفاق افتاد که دو اتفاق مهم، یکی مربوط به کل منطقه اتفاق افتاده بود و دیگری مربوط به خود رژیم صهیونیستی اختصاصاً وجود داشت. در مسئله منطقه، خب امریکا از یک با توجه به حادثه 11 سپتامبر به یک توسعه فوق‌العاده‌ای در حضور نیروهای مسلح خودش در منطقه ما رسیده بود که تقریباً مشابه این در جنگ جهانی دوم بوده، ولی اونم در بود کمیش، در بود کیفیش در جنگ جهانی دوم هم نه. در سال 1991 که اولین در واقع در اثر حمله صدام کووید حمله امریکا انجام شد، اون هجوم امریکا به شکست صدام یه تهنشین مسلحانهی در منطقه ما داشت که منجر شد به یک استقرار نیروی امریکا. اما بعد از 11 سپتامبر به این طرف، نه، به دلیل دو هجوم سنگینی که امریکا داشت، تقریبا نزدیک 40% از نیروهای مسلح در خدمت امریکا
مستقیما وارد منطقه ما شدند و بعدا در طول مدت به دلیل تعویضات و تغییراتی که انجام گرفت حتی به نیروهای ذخیره و احتیاط به گارد ملی هم کشیده شد. این تقریبا میتوان گفت که بیش از 60% ارتش امریکا هم از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی وارد منطقه ما شد. بنابراین یک حضور بسیار حجیم در بعد کمی که فقط در عراق بالغ بر 150,000 نفر سرباز وجود داشت و قریب بیش از 30,000 نفر نیروی امریکا در افغانستان بود، این غیر از نیروی متحدین بود که در افغانستان قریب 15,000 نفر بود. بنابراین یک نیروی 200,000 نفره در واقع آموزش دیده متخصصی توی منطقه ما در کنار فلسطین حضور داشت. این حضور خب طبیعتاً یک فرصت‌هایی را به رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کرد. یعنی حضور آمریکا در عراق مانع در واقع تحرک سوری‌ها در سوریه بود، تهدیدی بر علیه دولت سوریه هم محسوب می‌شد، تهدیدی بر علیه ایران هم محسوب می‌شد. بنابراین شما اگه به جغرافیای عراق نگاه بکنید که در جنگ 2006 در جنگ 33 روزه خب وقتی می‌بینید تو این جغرافیای وسط که حلقه اتصال کشور محور و مادر مقاومت هست، امریکا یک حائل قریب 200,000 نفر نیروی مسلح ایجاد کرده با صدها فروند هواپیما و هلیکوپتر به اضافه هزاران دستگاه زرهی. خب طبیعتا این موضوع به رژیم صهیونیستی یک فرصت را میداد که از این موضوع بهره برداری کنه و اقدامی را انجام بده. یعنی این هیمنه اثر داره در ترساندن ایران و اثر داره در توقف و ترساندن سوریه. بنابراین نباید این دو نظام اقدامی را انجام بده. نظام رژیم صهیونیستی بر مبنای این تصور، خصوصا دولتی که سر کار بود، دولت بوش، که دولت تند مزاجی بود و سریع التصمیمی بود در موضوعات، خصوصا تیمی که در کاخ سفید حاکم بود همراه با رژیم صهیونیستی بود. بنابراین اونها فرصت رو مناسب می دیدن برای اینکه چنین اقدامی رو انجام بدن. ریشه اصلی بنابراین در بهره برداری رژیم صهیونیستی از حضور نظامی امریکا در منطقه، بهره گیری از سقوط صدام، از پیروزی اولیه امریکا در افغانستان و ایجاد رعب سنگینی که امریکا در منطقه ایجاد کرده بود و یک حجم وسیعی حتی از گروه های سیاسی منطقه و دنیا را جز گروه های تروریستی که اگر برای مخالف سیاستش بودن محسوب کرده بود. رژیم میخواست از این بهره ببره و فکر میکرد که این بهترین فرصت برای یک جنگی است، جنگی بر آثار، چون رژیم یه شکست خورده بود در سال 2000 میلادی، از لبنان عقب نشینی کرده بود و در واقع از لبنان فرار کرده بود و حزب الله او رو شکست داده بود. او میخواست مجدداً برگرده، نه برگرده به اشغال، برگرده به انهدام و تغییر دموگرافی در واقع در جنوب لبنان که بعداً در حین جنگ، این تقریباً با شروع جنگ معلوم شد اصل نیت تغییر دموگرافی کامل هست که نیروهای منتصب یا مردمی که در جنوب لبنان هستند یک رابطه مذهبی با حزب الله دارن، اینا کوچونده بشن
از سوریه مانند اون چیزی که در بعد از 1967 پیرامون فلسطینی‌ها در جنوب لبنان اتفاق افتاد، همین تر پیرامون مسئله شیعه لبنان در جنوب لبنان مد نظر بود. دقیقا همون طرح قبلی که پیرامون فلسطینی‌ها اجرا کردن، فلسطینی‌ها را وادار کردن از جنوب لبنان خارج بشن، در مخیم‌های گوناگونی در لبنان، اردوگاه‌های لبنان، اردوگاه‌های سوریه و اردوگاه‌های دیگری در جهان عرب توزیع بشن و حتی عرفات مرکزیتش را مجبور بشه از لبنان منتقل بکنه به تونس و مغرب، در واقع اداره آواره ایجاد. همین ذهنیت پیرامون شیعه لبنان وجود داشت. به این دلیل من الان از قبل از جنگ برمیگردم به این جنگ، برای اینکه این موضوع کامل بشود. در مسئله دو عبارت مهم دارن امریکایی ها و اسرائیلی ها. امریکایی ها در ابتدای شروع جنگ که خب با کلمات خیلی سخیفی بوش بیان کرد، اون بلندگروش هم بود چون کلمه در شأن خودش از قابل تکرار نیست من بیان بکنم، اون بیان کرد در تأیید این موضوع، اما نه در تأیید فقط جنگ، در تأیید نتیجه جنگ. و مسئله اگر بخوایم بگیم مؤدبانه تر دیپلماسی ترش را رایس گفت، که او گفت این وقتی این کشتارها زجه ها در جنوب لبنان اوج گرفت و بمباران هایی که اوج مستی تکنولوژی بود، در واقع هر کجا را عرضه می کردن با دقت تکنولوژی می زدن منهدم می کردن و کشتارهای اتفاق می افتاد که در واقع قانا را در واقع در خودش هضم کرده بود و حذف کرده بود، اون عبارت را به کار برد. یعنی این زجه را به این تشبیه کرد، به این کلمه سخیف، گفت این درد زایمان خاورمیانه جدید است، زجه زیر آوار بچه های کودکان مظلوم را و زنان و انسان های بیگناه را تشبیه کرد به درد زایمان یک حادثه بزرگ. بنابراین این عبارت ها نشون میداد یک طراحی بزرگ بود. اما اون چیزی که مربوط به رژیم برمیگشت، رژیم یک اردوگاه بزرگ را پیش بینی کرده بود، با تعدادی کشتی را اردوگاه، برای اینکه هر مقداری میتونن بگیرند از مردم را ابتداعا به یک اردوگاهی در داخل فلسطین که تا سقف 30,000 نفر پیش بینی کرده بودن منتقل بکنن و تو این اردوگاه بیان تفکیک کنن اونهایی که افراد عادی هستن منتقل کنن به کشورهای دیگری، به جای دیگری، اونهایی که از دید اونها مجرم هستن یا وابسته سازمانی به حزب الله دارن دستگیر بکنن. کشتی هم آماده کردن برای کوچه که این کوچ را در واقع انجام لذا جنگ در این مرحله برخلاف همه جنگ ها که خشک تر را می سوزاند خیلی با دقت تکنولوژی انجام گرفت، یعنی یک طایفه را مبنای حمله خودش قرار داد. اول سعی کردن که تبدیل کنن به یک حزب، یعنی حزب الله، بعدن توسعهش دادن به کل طایفه شیعه در جنوب لبنان که بتونن در واقع این تغییر دموگرافی را به طور کامل در جنوب اجرا کنند. بنابراین اون چیزی که میتوان از ریشه های در واقع جنگ در بعد پنهانش که بعدن خود اونها اعتراف کردن به این موضوع که قصد داشتن، این را اولمرت گفت و بعد هم وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش هم گفتن که ما قصد داشتیم یک عملیات
جنگ رو در یک حالت غافلگیرانه انجام بدیم. چون اون غافلگیری که اتفاق می افتاد باید عمده کادرهای حزب الله در یک هجوم هوایی گسترده از بین می رفتن. سازمان حزب الله در مرحله اول حداقل بالغ بر 30% سازمان اصلی او آسیب جدی می دید و تو مراحل بعدی می رفتن دنبال این ادامه قتلی. اما اساسش بهره برداری از حضور قدرتمند امریکا در عراق و در افغانستان و در منطقه بود و تمایل کشورهای عربی در حمایت از اسرائیل در چنین جنگی، رضایت اونها در ریشه‌کنی حزب الله یا طایفه شیعه از جنوب لبنان. خب این را اولمرت بیان کرد. او در یه سخنی گفت که برای اولین بار همه کشورهای عربی، البته همه چی میگفت به دلیل اون اغلبیتی که در کشورهای عربی، البته اینجا بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس شورای همکاری مد نظر او بود، اما طبیعتا مصر هم شامل همین میشد و کشورهای دیگر از این مستثنا نبودن، اما میتونستیم در اون مقطع استثناءاتی قائل بشیم. خب میدونی عراق فاقد حاکمیت بود، حاکم اون روز عراق بریمر بود، حاکم نظامی امریکا، بنابراین عراق حاکمیتش در دست امریکایی ها بود. دولت سوریه به دلیل مرگ حافظ اسد دولت جوانی بود که در واقع تازه شروع به کار کرده بود. لذا اغلبیت که گفتن همه کشورها، منظورشون اون اغلبیت بود. لذا ایشون این بیان را داشت که برای اولین بار در جنگ بر علیه یک سازمان عربی همه کشورهای عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کرد. یه واقعیت، این چیزی که او بیان کرد بیان یک واقعیت مهم و جدی بود که او انجام داد. این در واقع بنابراین ما باید سه منظور را مد نظر قرار دهیم پنهان در مسئله جنگ: فرصت حضور آمریکا و حاکمیت آمریکا در عراق و ایجاد رعب و وحشتی که آمریکا در منطقه در اثر حضور گسترده خودش ایجاد کرده بود. دوم، آمادگی کشورهای عربی و اعلام پنهان همکاری کشورهای عربی در بر رژیم از رژیم صهیونیستی برای ریشه کنی حزب الله و تغییر این دموگرافی در جنوب. سوم، اهداف خود رژیم برای بهره گیری از این فرصت جهت خلاص شدن از حزب الله برای همیشه. این سه تا هدف، سه هدف پنهانی بود، سه منظور پنهانی بود که در واقع در ریشه های این جنگ نقش اصلی و اساسی داشت. خیلی متشکرم. دلایل پنهان این جنگ رو فرمودید، اگر امکان داره دلایل آشکار و بهانه آغاز این جنگ رو هم بفرمایید که چه بود. خب در بحث بهانه آشکارش، ظاهر مسئله این بود حزب الله مثل دیگر تعهدی که به ملت لبنان دارند متعهد شده بود به مردم لبنان. خب غیر از حزب الله هیچ قدرتی که بتواند این تعهد را عملی بکند وجود نداشت که جوانان زندانی و اسیر لبنانی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد بکند. خب سید دریب بیانی این را وعده داد که ما حتما مانند اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد نسبت به آزاد کردن اسرای لبنانی از دست رژیم صهیونیستی عمل میکنیم. مردم لبنان، اعم از اون اسرایی که دروزی بودند
یا اسرایی که مسلمان بودند یا اسرایی که مسیحی بودند، امیدی به پناهگاهی جز حزب الله دیروز نداشتن، امروز هم ندارن. یعنی برای هر حادثه‌ای تکیه‌گاه اصلی ملت لبنان در دفاع در جلوگیری از این حکومت وحشی حزب الله لبنان. خب این بیان صورت کرد. در تبادلات قبلی اسرائیل حاضر نشد اسرای اصلی که بعضن نوجوان بودند اینها را آزاد بکن و بعدم نوجوان بودند که دوره طولانی در زندان به سر بردند، بعدم تبدیل شدند به جوانهایی که وارد سنین میان سالی شدند. حزب الله در واقع این وعده را داد. تو اون تبادل اولیه که انجام گرفت این محقق نشد و اسرائیل قبول نکرد این زندانی ها را آزاد. لذا حزب الله برای تحقق این وعده خودش به مردم لبنان اقدام به عملیاتی انجام داد که در اثر این عملیات بتونه اون تبادل رو انجام بده که بعد هم موفق شد. لذا در اثر بر مبنای یک عملیات ویژه‌ای که فرماندهی اون عملیات ویژه را در واقع نمیدونم چه اسمی بر اون بذارم، یعنی بگم سردار خیلی مرسوم شده این کلمه، او فراتر از این کلمه بود. امروز در عرفای نظامی در کشور ما کلمه سردار و امیر عرف شده، اما حقیقتا یعنی یک سردار به معنای واقعی شهید امام مقنیه بود، یک سرداری که شاید بتونم بگم شبیه ترین صفات رو در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت و من در شهادت او بعدن، حالا این در مکانش نیست اینجا بحثو میکنم، همون عبارات و همون حالی که بر آقا امیرالمومنین حادث شد اتفاق افتاد در شهادت مالک و یک حالت حزن و اندوه فوق‌العاده امام را گرفت، به تعبیر در بالای منبر گریست و فرمود مالک و امام مالک والله لو کان حجرن لکان سلدا و لو کان جبلن لکان فندا لا یرتقی الحافر و لا یوفا علیه الطامر. بعد این جملهش خیلی مهم بود، فرمود مثال مالک برای من مثل مثل من برای رسول الله بود. یک چنین توصیفی داشت که من عرض کردم اگه بخوام از این عرفای متداول موجود خودم عبور بکنم باید تشبیه بکنم به همون جمله امیرالمومنین پیرامون مالک. فرمود که زنها باید بزایند تا کسی مانند مالک در دنیا زاییده شود. ماد یه چنین شخصیتی داشت. او اداره این کار را کما اینکه اداره خیلی از صحنه های سخت را او بر عهده داشت، مدیریت این عملیات ویژه را به عهده دار بود و خودش از نزدیک نظارت کرد، مدیریت کرد. عملیات او موفق شد، توانست در داخل سرزمین فلسطین اشغالی یک ماشین در واقع همه رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار بده و دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اسارت بکشید. خب این سه تا عملیات بود، یه عملیات نبود. یکی اصل طراحی این بود، دو عبور از سیم خاردارهای
خیلی متراکمه و بلند و وسیع رژیم صهیونیستی و رسیدن، چون عملیات فقط زدن نبود که انهدام صورت بگیره، باید عبورم صورت میگرفت و میرفت اون طرف و اسرا را میآورد. لذا هم عملیات باید با دقتی صورت میگرفت که نفرات داخل نفربر کشته نشوند. دو، باید به سرعت، این سرعت به دقایق بود نه به ربع ساعت و نیم ساعت، به دقایق و ثانیه ها بود. باید به سرعت عبور میشد از این قبل از اینکه دشمن برسد. معمولا دشمن فاصلش با نقطه عملیات چند دقیقه بود، فقط زمینیش هواییش که خب خیلی سریع میرسد و میرسد تو اون نقطه، اسرا را تخلیه میکرد و عملیات سومش این بود که اون را به سرعت قبل بدون تعقیب، در واقع در امان از تعقیب دشمن، به نقطه امنی برسد. جنگ با همین بهانه آغاز شد و یورش سنگینی به مواضع حزب الله صورت گرفت. واکنش حزب الله لبنان در اون ساعات اول و روزهای اول چطور بود، مخصوصا متوجه به اینکه اسرائیل بهانه آغاز این جنگ رو اون عملیات حزب الله در گرفتن دو اسیر اسرائیلی عنوان کرد؟ خب باید به دو نکته اشاره کنیم. حزب الله به دلیل اینکه یک پیوستگی داره با یک دشمنی که غیر قابل سازشه، یعنی از نظر حزب الله از منظر اعتقادی و منطق سیاسی غیر قابل سازشه، از نظر دشمن هم قبول حزب الله غیر قابل سازشه، بنابراین این دشمنی مستمر است و اون وقت دشمنی مستمر بود. لذا حزب الله پیوسته در یک آمادگی بود در دفاع، یک نکته. بنابراین حزب الله خالی از ذهن و در یک عدم آمادگی به سر نمی برد، آماده بود، ربطی به این عملیات نداشت. این عملیات آمادگی را در یک ابعاد دیگری افزایش داد، هوشیاری را افزایش داد، اما آمادگی در بعد نیروی، در بعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات از قبل مهیا بود. حالا هم همینطوری، یعنی حزب الله همیشه در یک آمادگی 100% به سر میبره. اینجور نیست آمادگی حزب الله مثل دیگر آمادگی هایی که آمادگی نمیدونم زرد میزنن، بعد آمادگی قرمز میزنن، یا مثلا 30%، 70%، 100%. نه، حزب الله پیوسته در یک آمادگی 100% به سر میبره. اون روز در آمادگی 100% بود، امروز هم در آمادگی 100% هست. من به کیفیت این آمادگی به دلیل امکانات در هر دوره متفاوت است. نکته دوم این که هر اقدامی که حزب الله میخواد انجام بده، قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام میده، بعد اقدام میکند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به این که عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم و سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود، یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در جلوگی، در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول،
او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقع حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش حداقل آسیب را دید، یا می توان گفت در لحظات اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اطلاعات من، بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده بود، به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده بود. بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که اما در پیشبینی جنگ معمولا در سابقه این نوع رد الفعل ها هیچ وقت به یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید. عموما یک رد الفعل یک روزه ای وجود داشت، با شدتی مناطقی نقاطی را رژیم مورد حمله قرار میداد، بعد متوقف میکرد. اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن اون را آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن. البته الان ما میگیم اون طرح خفا، حالا بعدا در توضیحات عرض میکنم، ما شاید بعد از 2 هفته به این رسیدیم، به صورت اعتقادی کلا اعتقادی عرض میکنم چرا، اما به صورت اطلاعاتی نه، تقریبا اواخر جنگ به این رسیدیم که دشمن طرحی از قبل آماده داشته و میخواسته در غافلگیری کامل این را عمل بکنه و بخش اعظمی از این فهم ما به دلیل اعلام خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل، یک جنگ شاملی که انگار مثل یک انبار وسیع باروتی و مواد منفجره ای که با یک فتیله در واقع یک جا منفجر می شود. انگار یک مرتبه همه اون تر به مورد اجرا گذاشته شد و این انفجار عظیم که به نام جنگ 13 روزه نامیده شد صورت گرفت. خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. برگشتم به سوریه، اونجا چون همه راه ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشیش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش و بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود که داشت سپری می شد. از تهران
اصرار داشتن که من بیام برای توضیحی که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم و آمدم در واقع اون وقت مقام معظم رهبری در مشهد بودند. خدمت ایشون رسیدم. برای این جلسه سران سه قوه و مسئولین اصلی که عضو شورای امنیت ملی هستند، غالبا که در بخش های امنیتی به اطلاعاتی هستند، دعوت شده بودند. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود. جنگ خیلی جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. ساختمان های 12 طبقه با یه بمب با زمین یکسان می شدند. اهداف با دقت انتخاب می شد. در درون روستاها که روستا فاصله یک روستا با روستای دیگر فاصله چسبیده به همی داشتند، برای توپخانه ها کار سخت است. اما یک روستایی که دیگه اون وقت جنگ از حزب الله به طائفه منتقل شده بود، یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای دیگری که برادران مسیحی ما بودن یا برادران اهل تسنن بودن کاملا متفاوت بود. یعنی یک جا یک نفر با اطمینان نشسته بود مشغول کشیدن قلیون بود، یک جا چندین هزار گلوله فرود می آمد. من گزارش دادم تو اون جلسه. خورد به نماز. خب رفتم برای وضو گرفتند. من رفتم وضو بگیرم، آقا وضو گرفتند. آستینشون هم بالا زده بودن، وضو گرفته بودن، برمیگشتند. با دست اشاره کردن به من که بیا. من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من عرض کردم نه، فقط میخواستم توضیح واقع را بدم. آقا فهمده اینا فهمیدم. چیزی دیگه نمیخواستی بگی؟ عرض کردم نه. نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه. گزارش من تمام شده بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن. چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است. این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است. اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است. آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردند. حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینو بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا اینا نمی فرم بودند که نتیجه اینه. نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود. بعد دو نکته دیگه فرمودند که خیلی مهم بود. یکی فرمودند که من تصورم این است، من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در معذر آقا بودم، نتیجه تقوا را که ثمره او حکمت می شود بر زبان و بر
دل و بر عقل من در آقا کامل دیدم، کامل. رضا در هر چیزی که الان شبهه میکنه مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنم میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات رو نداشت. خب اونها لب مرز بودن، می دیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک می کرد و راحت می کرد. حالا در اون اوایل به این شدت نبود، در این اواخر شدید شد. حجم شهدا بالا رفت، حجم دمار انهدام بالا رفت. عبارتهای سید بیان میکرد که من را متأثر میکرد. نمیخوام عبارتها را بیان بکنم. دیدم این بیان خیلی بیان خوبیست برای او، که ممکنه کسی شماتت کنه که بگه حزب الله چرا برای گرفتن دو اسیر کل شیعه را با خطر مواجه کرد. اما چنین موضوعی که حزب الله با یک دو اسیر گرفتن خودش را از یک نابودی کامل، نه تنها خودش را، ملت لبنان را نجات داد، این خیلی نویدبخش و مهم بود. یه نکته سومی هم فرمودن که جنبه معنوی داشت. فرمودن که به اینها بگویید دعای جوشن صغیر را بخوانند. خب در شیعه عموما معروف دعای جوشن کبیره. دعای جوشن صغیر معمولا در این معروفیت حداقل در بین عموم عامه نیست، خواص فرق میکنه. بعد آقا توضیح دادن، یعنی ما تصور دیگری نکنیم در این موضوع که این دعای جوشن صغیر چه چیه. مثلا مثل بعضی ها میگن این چهار تا قول هو الله رو بخون، مثلا این حمد رو بخون، موضوع حله. فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه، این حال یک انسان مضطر. من همون روز آمدم شب تهران، برگشتم مجدداً به سوریه، ولی یه احساس بسیار خوبی داشتم، یعنی حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر بود. و مجدداً همینجور عماد آمد دنبال من و از همون راه برگشتیم و رفتم پیش آقا سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان. شاید هیچ چیزی به اندازه این کلمات مؤثر در روحیه سید نبود. اولاً ایشون یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو تا حالا ما هیچ کدوم به این درجه نرسیدیم و فکر میکنم که ما اصلا درس ولایت شناسی رو باید بریم پیش ایشون یاد بگیریم. او اعتقاد جدی داره به بیانات مقام معظم رهبری. اینها را یک بیانات الهی غیبی میدانه، لذا
فوق‌العاده در هر بیانی، هر کلمه‌ای که از ناحیه مقام اعظم رهبری صادر میشه بهش اهتمام جدی داره و توجه اساسی داره. خب من توضیح دادم، خیلی خوشحال شد. اول به سرعت موضوع اول را که این پیروزیش نتیجهش جنگ خندق خواهد بود، صعوبات شدیدی داره، سختی های زیادی داره، اما پیروزی بزرگی داره. این از قول مقام اعظم رهبری منتشر شد در بین همه مجاهدین، از کسانی در نقطه جلویی بودند در مقابل دشمن درگیر بودند تا همه صفوف. ثانیاً این تحلیل که دشمن از قبل طرح داشت شد مبنای اصلی عملیات سید در توجیه افکار عمومی و توجه افکار عمومی به نیت دشمن. در موضوع سوم هم اینقدر مسئله دعای جوشن صغیر رایج شد و چون مفاهیم خیلی ارزنده عرفانی و معنوی داره، شاید بتوان گفت در مفاتی جز بهترین دعاهایی که داره مفاهیم بسیار معنوی و عبودی است، اونقدر این وسعت پیدا کرد، انتشار این و این تلویزیون المنار اینا به شکل مرتب پخش میکرد دعا را با یک صوت خیلی خوبی، هم صوت حزینی در واقع قرائت میکرد، که در ساحه مسیحی هم این دعا را میخوندند، چون دعای الهی عرفانی متعلق فقط به یک طایفه نیست، یعنی هر کسی که به عبودیت داشته باشه و در واقع تعبد داشته باشه به موضوعات، به قدرت الهی، به خداوند سبحان، این برش اثر داره. از خیلی مؤثر بود. این در واقع شروعی شد برای یک تحرک دیگری و یک در واقع میتوان گفت یک خون تازه‌ای در وجود حزب الله دمید. حزب الله در واقع با یک امید بیشتری و اعتماد به نفس بیشتری وارد معرکه با دشمن شد. من تا پایان جنگ بر نگشتم و به طور کامل توی این 3 روز موندم در لبنان. بعد از اینکه جنگ تمام شد من برگشتم و باز در جلسه مشابه همون جلسه مشهد، اما در تهران در محضر مقام اعظم رهبری که همه سران قوا بودند و مسئولین اساسی حضور داشتند، گزارشی از اون چه گذشت که بخشش خب منتشر شده بود من منتقل کردم، ضمن اینکه من روزانه از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم، اونا در جریان وضعیت میدان به طور کلی بودند. در داخل ایران و خصوصا در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران آیا تفاوتی و اختلاف نظری در نوع مواجهه ایران در مورد مسئله جنگ 33 روز وجود داشت، یا اینکه همه مسئولین متفق القول بودن و یک نظر بودن؟ نه، در اون مقطع اختلاف نظری و اختلاف دیدگاهی اصلا وجود نداشت، یعنی همه متفق القول بودن پیرامون حمایت از حزب الله، اعم از حمایت معنوی، حمایت مادی یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی، امکانات، رسانه‌ای و هر چیزی که در واقع در چارچوب توان جمهوری اسلامی بود. در داخل نظام در واقع کسی تردیدی نداشت، حداقل در اون مقطع، چون من اونجا هم بودم، از اینجا در واقع میشنیدم، هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت، یک وحدت کاملی در حمایت از حزب الله و تلاش برای پیروزی حزب الله در جمهوری اسلامی به معنای کامل کلمه وجود داشت. این تعبد در اون وقت نسبت به پشتیبانی از، چون مرکز اساسی این پشتیبانی مقام اعظم رهبری بود،
در جهت دادن در این موضوع به مصلحت جمهوری اسلامی و مصلحت اسلام و عالم اسلامی نزا تردیدی وجود نداشت. البته تا حالا هم پیرامون مسئله حزب الله در همه موضوعاتی که بعضا ممکنه یک تغییر در تفاوت دیدگاهی وجود داشته باشه، اما در موضوع حزب الله تا کنون ما در همه سطوح وحدت نظر داشتیم. از بعد عملیاتی جنگ 33 روزه کمتر صحبت شده و یا اگر هم صحبتی صورت گرفته در مورد وضعیت رژیم صهیونیستی بوده در جنگ. خب پس شما به عنوان کسی که در میدان نبرد بودید و در صحنه حضور داشتید، جزئیاتی از راهبردهای عملیاتی حزب الله رو برامون بیان کنید. ببینید، خب هنوز موضوعاتی وجود دارد که پیرامون جنگ 33 روزه نمیتوان گفت و شاید به رغم این که قریب 13 سال از این جنگ میگذرد، هنوز سالهای زیادی وقت هست که بخشی از اسرار این جنگ در اون چی که حزب الله عمل کرد به صورت سری باقی بماند. اما اون بخشی که میتوان بیان کرد و مفید هست، چند نکته مهم هست. من ذکر چند تا خاطره هم بکنم اینجا. ما یک در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه که عموما پیوسته ساختمان‌های در مجاور این مورد بمبارون قرار می گرفتن، منهدم می شدند. این در هر شبی دو تا سه تا ساختمان بزرگ بلند مرتبه 12 طبقه 13 طبقه کمتر به بیشتر و معمولا بیشتر بیش از 15 طبقه اونجا نبود، اینا نقش زمین می شدند، کاملا با خاک یکسان می شدند. یه شب که توی اتاق عملیات بودیم، تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودند. اتاق عملیات زیرزمینی نبود، اتاق عملیات معمولی بود، اما بعضی از تجهیزات اتصالات ارتباطات توی این اتاق عملیات پیش بینی شده بود که با جاهای گوناگون ارتباط برقرار میشد. من یه احساسی کردم که بعد از اینکه ساختمان‌های اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که یه خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید را جابجا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. خارج شدنم این نبود که از زاهیه خارج بشه، از یه ساختمانی که فکر میکرده ممکنه به دلیل ترددی که در داخل این ساختمان وجود دارد پیوسته هواپیماهای امکا، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل، رو سر زاهیه ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن همه رفت آمد ها را، حتی از یک موتورسیکلتی که تردد میکرد نمیگذاشتند. لذا ساعت 12 شب زاهیه سوت و کور بود، مثل حالت اصلا انگار در اینجا هیچ کس زندگی نمیکرد. در اون قلب زاهیه که مرکز اصلی حزب الله بود، خب توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشیم. منتقل شدیم، فاصله زیاد بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محض که داخل اون ساختمان شدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدند. خب صبر کردیم،
تو اینجا چون خط امن داشتیم، ارتباط داشتیم، نباید ارتباط قطع میشد. ارتباط سید، ارتباط عماد خصوصا. مجدداً بمباران دیگری صورت گرفت. یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس میشد که این دوتا زدن، زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسد. تو اون ساختمان فقط 3 نفر بود، من و سید و عماد. از تصمیم این ساختمان میبین بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، ما 3 نفر هیچ خودروی نداشتیم. زاهی تاریک تاریک بود و سکوت کامل، فقط صدای هواپیمایی رژیم بود بالین سر زاهیه. رفتیم لب یک، من یک لباس نظامی به اصطلاح استتار تنم بود، این پیراهن نظامی رو در آوردم، پیراهن زیرش پیراهن شخصی بود، او تنم بود، ولی شلوارم شلوار نظامی بود. من و سید و عماد. عماد به من و سید گفت شما بنشینید درخت بود، زیر این سایه درخت، زیر سایه درخت که نه، شب بود سایه نداشت که، از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تفکیک می کرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید. خب یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت، رفت به سرعت یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت. بی نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد، اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجددا به اتاق عملیات. نکته مهمی که وجود داشت، معمولا در جنگ ها خیلی شتاب وجود دارد. حالا من 40 سال کار نظامی امنیتی می کنم، می فهمم این را. خیلی در جنگ ها شتاب وجود دارد که هر امکانی دارد در همون دارند در همون لحظات اولیه بروز بدند. حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی و یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا یک عبارت سید داشت، این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت، مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد حیفا، این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن برای اون مرحله. قدرت خودشون را برای این که دشمن را در
اون عمق مورد حمله قرار بدن ثابت می‌کردند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد. لذا یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن را در یک نقطه یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن را دچار یک گیجی سنگینی کرده بود. نقطه دوم، در بکارگیری ابزار، دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حداقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده، حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک می‌کرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده‌ای نبود، یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت می‌کرد، او می‌خواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و هدف را تنظیم کنه، روی هدف شلیک بکنه، آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری، کار بسیار سختی بود. اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت، این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرد و به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد بود، طراح این طرح هم عماد بود. لذا اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه. نکته سوم، تاکتیک حزب الله برخلاف جنگ ها، جنگ ها یک خاکریز مقدم دارند، این جنگ هیچ خاکریز مقدمی نداشت، هر نقطه ایش یک خاکریز بود. هر نقطه ایش، یعنی از نقطه ای در واقع تماس که در واقع این تقاطع مرز فلسطین اشغالی و لبنان بود، حداقل تا لیتانی، تا نهر لیتانی، هر نقطه ای از این، اعم از تپه، قریه، خانه ای، هر نقطه ای یه خط مقدم بود، یه خاکریز بود، نه یک خاکریز مشهور معلوم که در جنگ ها متداوله، ما در جنگ خودمون استفاده میکنیم، نه، با تاکتیکی ویژه. اگر من بخوام فرض بکنم، همه این تاکتیک حزب الله در واقع مشابه یک میدان مین گسترده ای بود، میدان مین هوشمند گسترده ای بود که هیچ نقطه خالی و امنی توش وجود نداشت. لذا اگه شما به شیوه حرکت دشمن نگاه بکنید، میبینید دشمن در بعضی از ورود در بخشی از روستاها، روستاهای چسبیده به مرز مثل ایتاشب، از ورود به این روستاها عاجز شد، نتونست وارد اینها بشود، از ورود به شهرها هم عاجز شد، در نهایت تصمیم گرفت برود از در واقع وادی در شرقی، از اون وادی بیه وارد بشود به سمت لیتانی بیاد که اون در واقع همون نقطه شکنندگی و شکست دشمن تو اونجا شد. یه نکته مهمی که وجود داره تو مسئله جنگ
و یه ضربه حزب الله مشابه ضربه آقا امیرالمؤمنین در جنگ خندق بود، در به زمین زدن عمر ابن عبدود. چرا؟ چون ناجی اسلام شد. حزب الله در ضرباتی که طراحی میکرد، بعضی ضرباتش یک مرتبه یک ساختار کامل رژیم را از دور خارج میکرد. یکی از اینا نیرو دریایی رژیم بود. خب مستظر هستید برای وصول به جنوب یک راه مواصلاتی وجود داشت و این راه از حاشیه دریای مدیترانه میرسه به سیداب سور و نهایتاً به خطوط امامی میرسه، جلوی میرسه. در همه جنگ ها رژیم صهیونیستی ناوچه هاش وام استادن توی دریا، با توپای دقیق خودشون این جاده را میبستند. در این جنگ در هفته اول همین کار را انجام دادند. اون چیزی که دشمن تصور نمی کرد و حزب الله او را در غافلگیری قرار داد، مسئله موشک‌های دریایی بود. خب اون روز برای اولین بار میخواست موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیره. خب قبل از این جای آزمایش نداشت، همه موشک ها مخفی بودن، در یک نقطه مخفی انجام میگرفتند. عملیات سختی بود. بعد موشک از یک پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج میشد با ماشینی که هم حامل اون بود، به یک نقطه پرتابی میامد که مکشوف بود. خب سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل استاده بودند. اینجوری توافق سید با عماد شد، چون اون وقت شایعه شد سید زخمی شده. خیلی حالت نگرانی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شد. باید سید صحبت میکرد. تا اون روز دشمن در اون هفته یک برتری داشت. ما هنوز کار مهمی غیر از رد الفعل موشکی نکرده بود. این اقدام باید صورت میگرفت. چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود اومد. صحبت سید میخواست در صحبت خودش این را اعلام بکنه به عنوان یک در واقع حالا به تعبیر عربی یک غافلگیری، یک مفاجعه، به تعبیر عربی مفاجعه، یک عمل مهم غافلگیر کننده. خب ما رسیدیم به انتهای صحبت سید. صحبت سید باید ضبط میشد بعد منتشر میشد، مثل که شما الان توی اتاق نشستین صحبت من را ضبط میکنید، بعد بخش را حذف میکنید، بخش را قبول میکنید، یا بعد به من نشون میدید من بخش را حذف میکنم خودم. سید خب صحبتش بنابرای تنظیم بشه توی اتاقی که دو کناری بود، ما نشسته بودیم با هم دیگه، با عماد و برادر دیگه نشسته بودیم، درگیری بود. خب این موشک شلیک نمیشد. رسیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیم، قبل از اینکه سید این کلمه را بخواد بیان بکنه، موشک شلیک شد. موشک شلیک شد. خب سرعت موشک سرعت مافوق صوت بود، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل که میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و هم این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. حالا خود این هم یه فلسفه، حالا خیلی تو منظرهای در واقع عام شاید قابل قبول نباشه، اما از باب اینکه خداوند تطبیق داد این بیان را، این ضربه را، این ضربه دقیقاً اصابت کرد در حالی که این
در واقع ناوچه ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، ضد موشک دارن، میتونن موشک را بزنند. اما موشک آمد اصابت کرد و ناوچه را دو نیم کرد. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. تا با یک موشک تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد. البته این قابل تحلیل، خیلی بحث داره. این یک بحثش اصلا توان رژیم صهیونیستی است، یعنی نظامی، رژیمی که با یک موشک نیروی دریاییش از صحنه خارج می شود، معلوم می شود که هر مقدار ناوچه داشته باشد، این بار با یکی بار دیگه با دو تا با سه تا از میدان کامل خارج خواهد شد. اون وقت تو برد 100 کیلومتری خارج شد، ممکنه در مقطع دیگری تو برد 300 کیلومتری خارج بشود. خب این شد یک معجزه، یک پیروزی بسیار بزرگ. یعنی مردمی که در واقع تو اون مقطع یا آواره بودند یا زیر بمباران بودند، در همون حین بمباران فریاد الله اکبرشون شلیک گلوله به آسمان، از این خوشحالی بلند شد. این غافلگیری دیگری بود که حزب الله انجام داد. لذا معادله را عوض کرد. رژیم نتوانست این معادله را جبران بکنه تا آمد به سمت دشت خیام و به سمت لیتانی حرکت کرد. روزهای تقریبا 28 27 روزهای سختی بود. من با عماد بعد جدا شدیم از هم دیگه. من با عماد یک جا بودم، سید در نقطه دیگری بود. شبها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول خاصی به خودمون به سید میرسوندیم، با سید ملاقات میکردیم و عماد گزارش میدان را کامل میداد و تدابیری هم که سید داشت میگرفت. روزهای از 20 تا 28 روزهای بسیار سختی بود، خیلی سنگین و سخت. تقریبا میتوان گفت که جزو سخت‌ترین روزهای این 33 روز بود. حالا بعضی از موضوعات الان وقت بیانش نیست. تو حال سید، تو حال رزمندگان. عماد یه ابتکار مهم انجام داد. و این ابتکار خیلی اثرگذار بود. اگر بخوام اثر این را بسنجم، باید اثر این را مقایسه کنم با پیام و وعده‌ای که آقا داد. اینقدر اهمیت داشت و اون نامه مجاهدین محصور در خطوط امامی یا مواجه با دشمن در زیر آتش دشمن، خطاب به سید حسن بود. نامه عجیبی بود. یعنی اون روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد که خودش طراح بود با صدای بلند می جریست و من ندیدم کسی این صدا را، این نامه را بشنود و نگرید. و از همه اون مهمتر جواب سید بود. یعنی شاید اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، در تشبیه شباهت داشت به اشعاری که در کربلا اصحاب امام حسین در مقابل دشمن در دفاع از امام حسین میدادند و کلام سید در استادگی، در تقدیر و در تقدیس اصحاب خودش
و یاران خودش و مجاهدین خودش مشابه کلام امام حسین در شب عاشورا بود. این دو کلام که هر کدومش اثرگذار بسیار بالایی بود و واقعا الهی بود، اصلا این بیان، این نوشته ها از ناحیه رزمندگان مجاهدین در میدان و جواب سید به اونها، اثر فوق‌العاده‌ای گذاشت، انرژی بسیار بالایی را ایجاد کرد. از روز 28 جنگ بالعکس شد. حالا اینجا باید بگم به یک نکته ای که اگر پخش شد استدعا میکنم از هر کس میشنود، ما خیلی از این صحنه ها در دفاع مقدسمون دیدیم و همیشه میگم از عوامل برحق بودن خودمون در جنگ، من اون روحیاتی که از رزمندگانمون بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر سلوک و برداشتن حجاب ها، سخنانی میگفتن ورای حجاب ها، ورای پرده ها. یه وقت در شلمچه بودیم، ما میخواستیم عملیات بکنیم قبل از این عملیات کربلای 5، شاید یک سال و نیم قبل از این. خب اونجا ما برای اینکه دشمن متوجه نشود نیروهای اطلاعات عملیات رو مشخص کرده بودیم، مستقر کرده بودیم، جلوی ما هم آب بود. اون روز دو تا از بچه های ما به نام صادقی و موسای پور رفتن برای شناسایی، بر نگشتند. یه برادری داشتیم خیلی عارف بود، نوجوان مدرسه‌ای بود، دانش آموز، اما خیلی عارف بود، یعنی شاید در عرفان عملی کم مثلش پیدا می شود. به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه عرفان بعد از مثلا مدت طولانی 70 سال 80 سال میرسند. او رسیده بود و من تماس گرفت، گفت بیا. من رفت وقت با بسیم راکال، من اهواز بودم، تماس گرفت. من رفتم اونجا، گفت اکبر موسای پور و صادقی رفتن بر نگشتند. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ما شروع نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت، این عملیات لو رفت. با عصبانیت این حرف ما بیان کرده. من موندم اون شب، اون روز موندم اونجا و بعد برگشتم، چون جبهه های متعدد داشت. دوباره با من دو روز بعد تماس گرفت، گفت بیا. من رفتم، گفت که فردا اکبر موسای پور برمیگرد. اسمش حسین بود. گفتم حسین. یک کلمه به کار بردم الان نباید بکنم. گفت که حسین، یک خنده خیلی ظریف این گوشه لبش را باز میکرد تا چشمم کاشته شده. گفت حسین پسر غلام حسین این را میگه. اسم پدرش غلام حسین بود، اونم دبیر خیلی ارزشمندی بود، هم مادرش دبیر بود هم پدرش دبیر بود، معلم زاده بود از پدر و مادر، اساسا واقعا تو سن نوجوانی معلم بود. حسین آقا وقتی میگفتن یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفتم چی شده؟ گفت فردا بر میگرد اکبر موسای پور و بعدش صادقی بر میگرد، بمونید اونجا.
گفتم از کجا میگی؟ گفت شما بمونید اینجا. من موندم. نزدیکای ساعت تقریبا یک بعد از ظهر بود. ما یک دوربین خودمون خرگوشی که با گونی دورش چینده بودیم درست کرده بودیم روی دژ گذاشته بود. این برادر پشت دوربین بودن بچه های اطلاعات. گفتن یه سیاهی رو آب. من بودم بالا دیدم درست. یه سیاهی رو آب خوابیده. رفتن بچه داخل آب. دیدن اکبر. اکبر موسیپور. روز بعدش حسین صادقی آمد. عجیب این بود که این آب با همه تلاطماتی که داشت اینا را فقط تو سنگر از همون نقطه عظیمت به همون نقطه عظیمت برگردانده بود. هر دو شهید بودند. شهید شده بودند توی آب. آب برگردان به همین نقطه. خیلی عجیب بود. من به حسین گفتم حسین از کجا اینا فهمیدی؟ گفت من دیشب اکبر موسیپور رو در خواب دیدم. به من گفت حسین ما اسیر نشدیم. ما شهید شدیم. من فردا این ساعت برمیگردم و صادقی روز بعدش برمیگردم. بعد به من گفت این جمله خیلی مهمی بود. گفت میدونی چرا اکبر موسیپور با من حرف زد؟ بچه سیرجان بود. صادقی نگفت؟ گفتم نه. گفت اکبر موسیپور دو تا فضیلت داشت. یک ازدواج کرده بود. دو در آب نماز شبش قطع نشد. این فضیلت او بود که او آمد من را مطلع کرد. حالا حسین بعد شهید شد. میخواستم به این نکته برگردم که تو اون کوران که خیلی سخت بود یکی از برادرای حزب الله که اهل تدین و تشرع مسئول بود توی جنوب در حالتی که به تعبیر خودش حالت خواب نبود گفت دیدم یه بانوی آمد به دو تا بانوی دیگر در کنارش من در عالم خواب حس کردم حضرت زهراست سلام الله علیه مجمع رفتم به سمت پاهای مبارکش گفت به عربی گفتم به او که ببین وضع ما را ما چه وضعی داریم گفت حضرت فرمودن که درست می شود گفتم نه من مثلی که مصر بودم خودم رو به پایشون برسونم و اصرار داشتم از ایشون چیزی بگیرم بعد از اصرار کردم ایشون دو بار تا فرمودن درست می شود یه دستمالی از توی یک این روپوشی که داشتن بیرون آوردن اینجوری تکان دادند فرمودن تمام شد یک لحظه بعد یک هلیکوپتر اسرائیلی با موشک زده شد و بعد از این سقوط رژیم شروع شد یعنی زدن تانک ها از اینجا بعد معادله جدید آمد اولین موشک های کورنت در این جنگ رونمایی شد اولین تانک های آبرامز ببخشید تانک های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشدن نزدیک 7 تا تانک در یک روز زده شد اون وقت این آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود او وساطت میکرد میامد لبنان و میرفت او بعدا نقل کرد گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود او در سازمان ملل بود گفت من ناامید شدم رفتم در خانه خودم استراحت کنم دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من
و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از هم میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان، و این تصور تا به امروز وجود دارد و به نظرم به سادگی این تصور غیر قابل رفع است. نه تنها حزب الله اثرگذار شد بر تصور و هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان، بلکه بر تصور رژیم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. و من عرض میکنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیش دستانه و در جنگ در واقع قدرت هجومی یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی. به شما دیدید در این اتفاقی که چند هفته قبل اتفاق افتاد و حزب الله تهدید کرد به زدن رژیم صهیونیستی و انتقام این دو شهید، فاصله 3 تا 5 کیلومتر رژیم صهیونیستی از نقطه صفر مرزی فرار کرد به عمق، به طوری که خبرنگار المیادین رفت کنار اون طرف سیم خاردار گفت من از فلسطین اشغالی به شما گزارش میدم. این اثر جنگ 33 روزه بود. خب خیلی متشکر. به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه در ایام بزرگداشت دفاع مقدس هستیم، بفرمایید که فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس چطور به جبهه مقاومت در منطقه پیوند خورد و چطور تا الان استمرار داشته؟ ببینید دفاع مقدس، شما اگر بخواهید سیر حوادث را در اسلام نگاه بکنید، ببینید امیرالمؤمنین اقتدا به رسول الله کرد، وقتی موعظه میکنه، نامه مینویسد، خطبه میخواند، مبنا و مصداق اساسیش زمان پیامبر، عمل پیامبر، سیره پیامبر، این مبنای اساسیش. در زمان خود امیرالمؤمنین امام مجتبی سید الشهدا میخواستن اقتدا کنن، محور قرار بدن و مبنا قرار بدن، خود امیرالمؤمنین به عنوان یک شاهد عینی و نزدیکتر که سیره رسول الله را عملی بیان کرده بود و پیاده کرده بود مبنا قرار داد. دفاع مقدس ما جنسش اینه، یعنی نسبت به همه دفاعهای مقدس دیگری که وجود دارد یک حالت مادر دارد، محوریت و قدسیت دارد. نمیتونیم بگیم که اگر دفاع مقدس وجود نداشت، یعنی این نوع دفاعی که در دفاع ما اتفاق افتاد که موضوعات معنوی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، تبلیغات دینی در اعلاترین شکلش بروز داده شد، موضوعات اعتقادی و عبادی در اعلاترین شکلش بدون ذره انحراف نمایش داده شد، ایثار، جهاد، شهادت در اعلاترین شکلش نشون داده شد،
مدیریت و رابطه در واقع مدیر و زیر مجموعه دقیقاً اگه بخوایم تطبیق بدیم با نادرترین صحنه های صدر اسلام قابل تطبیقه. بنابراین دفاع مقدس در همه موضوعات یک قله. اینها سلسله جبل این قله هست، قله دماوند، قله مرتفع اساسی البرز که طول البرز 1000 کیلومتره، اما اون معرفش دماوند. دفاع مقدس به نسبت همه این دفاعها نسبت این قله دماوند را به این سلسله جبل طولانی البرز داره، یک ارتفاعی داره مرتفعتر از همه اینا هست. اینا دامنه های او هستند، سلسله قلل اون هستند. بخوایم واقعا تشبیه بکنیم اینا باید بجوم. صلی الله علی محمد و آل محمد. در میانه آتش